شما هستیم، باز هم خوش آمدین ادامه برنامه ارمغان صبح. باز هم مهماندار هستیم. مهمان بعدی برنامه ما جناب رحمان الله شیرزاد، مسئول مطبوعاتی شبکه رضاکاران محیط زیست با ما هستند. سلام و وقتتون بخیر، صبحتون بخیر، خوش آمدید. سلام و احترامات تقدیم شما و بیننده های عزیز تلویزیون آینه. امیدوارم یک صبح پر انرژی آغاز کرده باشین و از گزند روزگار در امان باشین و از آفتی که در دنیا نازل شده همیتون در امان باشین. انشالله که شما هم از کرونا در هم امان باشین. خب بیاین در اول میخوایم که در مورد کرونا ای که شما از دیدگاه خودتان من حیث یک جوان، من حیث یک محصول پانتون و کابل فکر میکنین، چگونه بررسی میکنین اوضاع کرونایی را فعلا در شهر کابل؟ در شهر کابل خصوصا برای محصولین عزیزی که بسیار با مشکلات زیاد روبرو شده در افغانستان، که بالحال دولت هم کوشش میکنه تا می وضعیت کنی کرونا را جلوگیری کنه و مهار کنه که بخش کرونا را مریضایش و قرنطین را اعلان کرد تا که از شیوه کرونا جلوگیری شود. ولی بالحال که ما در شهر میبینیم و کدام مراکز دیگه ای که است، فقط بخش های تعلیمی، نهادهای تعلیمی رخصت کرد، قرنطین کرد، ولی ما که در بازار مارکت میبینیم و یا ملبس ها را که میبینیم تا حد جلوگیری نشده. یعنی خودتان نشده. فکر میکنین که مردم با اینکه قرنطین اعلان شده، قرنطین هست فعلا، چقدر مراعات کردن قرنطینه؟ اگه بگویم 20% تطبیق کرده قرنطینه، ولی فیلحال در شهر کابل، خصوصا در شهر کابل که یک از شهرهای پرنفوس افغانستان است، مراعات نکردن. خب به هر صورت شما گرچه هر روز در برنامه یادآوری میکنیم، انشاءالله هموطنان ما خیلی متوجه باشن، متوجه صحت خود باشن تا ای که دوچار آفت کرونا نشن. به هر صورت امروز میخواییم با جناب شیرزاد البته در مورد فعالیت و کارکردهای شبکه رضاکاران محیط زیست صحبت داشته باشیم. بیاین در اول یک معرفی مختصر از شبکه رضاکاران محیط زیست داشته باشیم. شبکه رضاکاران محیط زیست یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی است که تنها در بخش محیط زیست فعالیت های خود را در سال 1398 آغاز نموده که طبق قانون ماده 6 و 7 محیط زیست با اداره محیط زیست دولتی که اداره مستقل در بخش محیط زیست فعالیت ها داره با او ثبت و راجستر هستیم و همچنان با وزارت اقتصاد ای ثبت و رجستر است که تنها فعالیت های ما در بخش محیط زیست است و ای کدام بخش سیاسی و کدام دولتی نیست که مثلا دی همه می توانند که در این شبکه عضویت بگیره و تا فی الحال بیشتر از 1300 عضویت فردی ما داریم که در این شبکه رضاکاران کار میکنه و همیشان به حیث رضاکار است و کدام مفاد نداره برشان خود شبکه و همچنان کدام فعالیت های ما که داریم، کدام اعضای ما که مثلا فعالیت ها را اجرا میکند، همیشان به حیث رضاکار است، فقط برای بهبود محیط زیست در افغانستان. بسیار خوب، شما یادآوری کردیم که نزدیک به 3 سال میشه اگر اشتباه نکنیم که شبکه رضاکاران فعال شده و کار میکنین. فعالیت هایتون تنها در شهر کابل است یا بیرون از شهر کابل هم در ولایت دیگه هم فعالیت شما دارید؟ طبق ما گفتم در سال 1398 فعالیت های ما در شهر کابل آغاز شده و طبق که 2 سال ما با وضعیت کرونایی دچار شدیم که ما نتوانستیم با می فعالیت های خود را به سطح افغانستان گسترش بدهیم. تا حالا ما فقط در شهر کابل فعالیت های زیادی داشتیم، ریدس داریم، فی الحال تا ولایت ها گسترش نده بخاطر که 2 سال ما با حالت کرونایی دچار شدیم، نتوانستیم فعالیت های زیادی مثلا در هر ولایت داریم، ولی پلان های به آینده ما هم است که در ولایت های دیگه هم فعالیت های ما را گسترش بدیم. بسیار خوب، با اینکه اوضاع کرونایی شما را نمانده که فعالیت های زیاد داشته باشین در این مدت 2 سال، میشه بگوین که تا اکنون فعالیت هایی که در شبکه رضاکاران صورت گرفته به خاطر محیط زیست کدام فعالیت ها بوده؟ فعالیت هایی که تا امروز ما اجرا کردیم، یکی آن یک پروگرام بایسکلرانی بود که در سرک دارلمان ما اجرا کردیم که به نام یک روز بدون موتر، یک روز بدون موتر که اونجا 210 نفر آمده بودن که از دختر خانم ها بودن و بچه ها بودن، اونجا آمدن به مسابقه می پروگرام بایسکلرانی را ما اجرا کردیم که 210 نفر. هدفتون از این کار چی بود؟ هدف ما در شهر که مردم از بایسکل
استفاده کنه. میکنیم. بخاطر که با در شهر کابل اگر ما ببینیم ازدحام موتر خیلی زیاد است بله دقیقاً. و ازدحام موترها سبب ازی شده که هوای کابل را آلوده بسازه. اگر ما از بایسکل در شهر کابل و در شهرهای پر ازدحام ما استفاده کنیم، یک از راههای بهترین راههایی است که از شیوه و از آلودگی هوا ما کاهش پیدا کنیم. بسیار خوب، دیگه فعالیت های فعالیت های دیگه ما در 57 نفر یک ترنینگ 5 روزه بود برای محصلین پوهنتون کابل فاکولته محیط زیست که 5 روز در بر گرفت و بخش جی آی اس که بخش مهم جغرافی است و برای محصلین عزیز پانتون کابل به تدریس شد و ترنینگ داده شد و همچنان یک ترنینگ 2 روزه دیگه بود و کدام و یک هفته پیش که ما عضویت و یک تفاهم نامه امرای اداره محیط زیست داشتیم که یک این تفاهم نامه قسم بود که 21 ماده است و این شبکه رضاکاران محیط زیست به حیث عضو دوم اجرایی کدام پروژه ها و کدام برنامه هایی که اداره محیط زیست در بخش محیط زیست داره، اداره ما و شبکه ما به حیث عضو اجرایی دوم شد که مثلا در کدام بخش یعنی دوم صلاحیت اجرایی شبکه ما داره که هر پروژه باشه بله و دوم در پانتون کالیفرنیا که برنامه سنتا نام داره اونجا ما زیاد فایده کردیم. بسیار خوب بله که سالانه 6 اسکالرشیپ برای شبکه ما میده که در بخش کلایمت چینج تغییر اقلیم بر ما اسکالرشیپ های میده و ما محصولین و کدام اشخاص که باشه ما در این اسکالرشیپ ها ما روان میکنیم. بسیار خوب، میشه در مورد از این که شما خود مسئول بخش مطبوعات شبکه رضاکاران محیط زیست هستین با این که یک نهاد گفتین که خصوصی هست، میشه بگین که در رس از این شبکه کی قرار داره؟ در رأس شبکه عبدالهادی اچکزای که از ولایت قندار است در رأس شبکه است که وقت در خود اداره محیط زیست و حیث مشاور کار میکرد. خب بسیار خب، حضور بانوان در این شبکه چقدر پر رنگ است و چقدر بانوان با چی تعداد بانوان و از طبقه ذکور کار میکنه؟ در شبکه ما کمیته های زیادی هست، مطبوعاتی است و دیگه است و 1300 بیشتر از 1300 نعوز داریم که در 1300 شمولیت و کدام دختر خانم های زیاد ما امرای ما هست که در خود کمیته خودم که در محیط زیست مطبوعاتی زیاد دختر خانم ها داره و ما بسیار خوش هستیم که دختر خانم ها هست که به خاطر محیط زیست به حیث رضاکار کار میکنم که یک کار بسیار بر افتخار بر ما است که مثلا یک شاگرد و یک محصل بر ما میاد که به همراه ما به حیث رضاکار کار میکنی جای افتخار است. بسیار خوب، بایی که در مدت 2 سال نتونستیم که فعالیت های زیاد داشته باشین به خاطر قرنطینه بود، به خاطر ویروس و کرونا نتونستیم فعالیت های زیاد داشته باشیم و در جای تجمعات داشته باشین و اجازه نداشتین. اگر آفت کرونا برداشته شود و از میان شهر کابل و دیگر سایر ولایت های افغانستان و بالاخره در تمام سطح افغانستان، پلانتون بر آینده ها چی هست و کدام فعالیت های دیگر میخواین داشته باشید؟ روی قبل از کرونا موج اول دوم که خلاص شد، باز قبل از موج سوم ما یک برنامه داشتیم که در شهر کابل یک کمپاین کسافات جمع‌آوری کسافات بود که هم با همکاری شاروالی ما داشتیم که روی پلان داشتیم که اجرا کنیم و فعالیت از او شروع کنیم، ولی بدبختانه که موج سوم کرونا ما را اجازه ازی نداد که ما این کمپاین اجرا کنیم و ما پلان های زیاد داریم در ولایت های گوناگون که از حضوری و غیر حضوری ما فعالیت ها را اجرا کنیم و آگاهی عامه در جامعه پخش کنیم. بخاطر که محیط زیست یک بخشی است که افغانستان یک در خط سرخ است، اگر ما خط سرخ جنگ کنیم باید در خط آلودگی هوا که در شهر کابل ما میبینیم هم کمتر از جنگ و کمتر از هیچ چیزی نیست. بخاطر که سروی زیاد شده که بعد از چند سال که در شهر کابل هیچ فرد نخواهد بود که بدون مریضی شش نخواهد بود که یک نگرانی هست. خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین جناب شیرزاد. میشه پیام اخیرتون در مورد عزیز باشه که بر جوانان عزیز باشه که چگونه باید در حفظ و نگهداری محیط زیست خود کوشا باشه؟
پیام ما به مردم و اولس ما ای است که دو بیاین امرای دولت یک جا و امرای با مردم یک جا شوین به بخش محیط زیست کار که اگر میخوان یک محیط پاک داشته باشیم امرای جوانان گروپ و امرای شبکه و زیاد بگیرین و یا امرای خود یک گروپ بجور کنه و به خوب بهبود و افزایش محیط خوب کار کنیم. اگر میخواین محیط پاک داشته باشین بیاین خودتان دست به کار شوین و از دولت که ما میبینیم مشکلات زیاد داره. بله مشکلات زیاد داره ولی ما هم اگر امرای دولت کمک نشویم دولت به هیچ گونه نمیتونه برای ما محیط پاک داشته باشه. بسیار خوب، خیلی سپاس از تشریف آوریدتان. یک وقفه خیلی کوتاه در ادامه با ما همراه باشید.